محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در چهارمین سفر رسمی به عراق که غیر مترقبه بود و قبل از سفر نخست وزیر عراق به ایران، عربستان و آمریکا سفر کرده با مقامات مختلف عراقی از جمله وزیر امور خارجه، نخست وزیر، رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی قضایی، رئیس هشت و شبی، رئیس اعتلاف الفت و رهبر جریان حکمت ملی عراق درباره گسترش مناسبات و آخرین تحولات منطقه و جهان بحث و گفتگو کرد. وی همچنین در آخرین مرحله سفرش به اقلیم کردستان عراق سفر کرد ظریف پس از دیدار و مذاکره با فاد حسین وزیر خارجه عراق در نشست خبری مشترک گفت روابط ایران و اراق با خون جوانان دو کشور در مقابله با داعش پایدار شده و این روابط هیچگاه به هیچ شکلی از بین نرفته است او افسود برای ما عراق قوی و پر از صلح و آرامش و دارای روابط سازنده و خوب با همسایگانش همراه با قدرت و آرامش و ثبات اهمیت دارد و شاهد نقش مؤثر عراق در منطقه خلیج فارس هستیم. به یفزود بسیار خوشحالیم که روابط دو کشور بر اساس احترام به حاکمیت، تمامیت ارزی و عدم مداخله در امور داخلی با جدیت پیگیری شده و در کنار یکدیگر در برابر تروریسم ایستاده ایم و این دشمن مشترک بشریت را جوانان ایرانی و عراقی با کمک یکدیگر و با رشادت مردم بزرگ عراق شکست دادند. ظریف در مورد روابط اقتصادی دو کشور گفت امکانات اقتصادی دو کشور میتواند برای پیشرفت مشترک دو کشور مورد استفاده قرار گیرد. روابط بسیار خوبی در حوزه اقتصادی و همچنین تبادلات تجاری و علمی داریم و علارغم شیوع کرونا این روابط ادامه داشته و ان این روابط گسترش یابد. به گفت ما مصممیم توافقات دیگری که در سفر رئیس جمهوری ایران به عراق حاصل شد و به نفع مردم دو کشور و منطقه است را اجرایی کنیم. چه در حوزه کشتیرانی و آبی چه در حوزه ریلی و همکاری های علمی و تبادل گردشگر و زائران دو کشور او گفت ضرورت دارد در مورد مسائل منطقی و بین المللی با یکدیگر گفتگو و تشریک مساعی کنیم منطقه ما نیاز به آرامش دارد او همچنین در مورد مسائل امنیتی گفت متاسفانه اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشان خسارت بزرگی برای مقابله با تروریسم در منطقه بود. سریف افسود برای ما این موضوع بسیار مهم است که حاکمیت ملی و تمامیت ارزی و استقلال همسایگ ما مورد تعدی و تجاوز خارجی قرار نگیرد. ظریف در توییتی در سفر به عراق گفت که گسترش همکاری به نفع مردممان و منطقه خواهد بود ظریف همچنین در این سفر پیرامون قانون پارلمان عراق برای اخراج نیروهای خارجی از خاک این کشور و ضرورت احترام به حاکمیت ملی عراق و عدم دخالت در امور کشورهای منطقه و پرونده ترور آمریکا در مورد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشان با مقامات عالی رتبه عراق بحث و گفتگو کرد سخنگوی وزارت امور خارجه عراق نیز در مصاحبه گفت در دیدار با وزیر امور خارجه ایران اعلام شد که عراق سیاست توازن در منطقه را دنبال می کند به یفصود دولت بغداد همکاری خود با کشورهای همسایه را حول کاهش تنش‌ها در منطقه و همچنین عبور از پیامدهای شیوع ویروس کرونا می چرخاند. وی با اشاره به روابط میان عراق با سایر کشورها تاکید کرد این کشور به اصل توسعه روابط با دوستان و متحدانش در چارچوبی که منافع مشترک را حفظ کند احترام میگذارد تحلیلگران طرفدار جمهوری اسلامی معتقدند که سفر ظریف به عراق حامل پیامی به الکازمی مبنی بر لزوم عمل به تصمیم پارلمان عراق و مردم این کشور در خصوص اخراج نیروهای آمریکایی و عدم تساهل در مسئله حضور نیروهای آمریکایی و باجگیری آنها به ویژه با افزایش تحرکات گروههای تروریستی در شرق کشور است و محور بعدی نیز تداوم حمایت ایران از دولت عراق در تفاهمات اقتصادی و نیز همکاری ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است. برخی تحلیلگران نیز معتقدند که ظریف پیش از سفر کازمی به عربستان سعی کرده پیام های مربوط به امکانات بهبود روابط با عربستان را به اطلاع وی برساند. به هر حال موقعیت ایران پیش از گذشته در عراق شکننده شده است و بهبود رابطه با عربستان میتواند بخشی از این موزلات را حل کند. مصطفى القازمی که برای یک دیدار فشرده و یک روزه به ایران سفر کرده بود و قبلا گفته بود بدون دیدار با آیت الله خامنه ای به ایران سفر نخواهد کرد موفق شد که در دیدار خود از تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کند رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار گفت که در عراق مداخله نخواهد کرد مانع بهبود رابطه عراق با آمریکا نخواهد شد ولی از خروج آنها از عراق حمایت می کند و تهدید کرد که انتقام کشتن قاسم سلیمانی را خواهد گرفت رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفت آنچه در روابط دو جانبه برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است منافع مساله امنیت عزت اقتدار منطقه‌ای و بهبود شرایط در عراق است وی با تاکید بر اینکه ایران هیچگاه بنای دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت گفت ایران خواهان عراق عزتمند مستقل و با حفظ تمامیت ارزی و وحدت و انسجام داخلی است و افسود ایران قطعا با هر آنچه موجب تضعیف دولت اراق شود مخالف است به افسود ایران در خصوص روابط عراق با آمریکا دخالتی نمی کند اما انتظار دارد که دوستان عراقی آمریکا را بشناسند و بدانند که حضور آمریکا در هر کشوری منشأ فساد، خرابی و ویرانی است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تصمیم دولت، ملت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی ها پیگیری شود زیرا وجود آنها موجب ناامنی است. خامنه ای گفت دیدگاه آمریکایی‌ها درباره عراق درست در نقطه مقابل ماست. زیرا آمریکا به معنی واقعی کلمه دشمن است و موافق عراق مستقل، قوی و دارای حکومتی با رأی اکثریت نیست. آمریکا به دنبال مدل حکومتی بر عراق است که فردی چون پل برمر، اولین حاکم عراق پس از سرنگونی صدام بر آن حکومت کند وی همچنین در مورد کشته شدن سردار سلیمانی گفت آمریکایی ها میهمان شما را در خانه شما کشتند و صریحا به این جنایت اعتراف کردند که این موضوع کوچکی نیست وی تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعا ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد خامنه ای با حمایت از دولت کازمی و اجماع گروه ها در حمایت از وی گفت عقل، دین و تجربه اقتضا می کند که روابط ایران و عراق در همه زمینه ها بیش از پیش ارتقا یابد. وی گفت دولت عراق باید بداند آمریکایی ها با این امر مخالفند ولی عراق باید بی به این مزاحمت ها به مسیر خود با قدرت ادامه دهد و مردم را به عنوان پشتوانه خود حفظ کند. به همچنین مرجعیت آیت الله سیستانی و نیز هشت و شعبی را دو نعمت برای عراق خواند که باید حفظ شوند. از سخنان مصطفی القازمی در گزارش نهاد رهبری فقط اینها است که وی دیدار را سعادتی بزرگ برای خود خواند و ارشادات و نصایح رهبر را همچون کلید حل مشکل دانست و تشکر و قدردانی کرد. او گفت مردم عراق هیچگاه حمایت های ایران را در جنگ با داعش فراموش نخواهند کرد و واقعیت این است که خون عراقی ها و ایرانی ها در جنگ با تکویری ها در هم آمیخته است. رهبر جمهوری اسلامی در حالی مدعی شد که در امور عراق و روابط عراق و آمریکا دخالت نخواهد کرد که همزمان خواستار خروج آمریکایی ها از عراق شد و در عین حال خواستار حبس هشت و شبی شد به همچنین تهدید کرد که در مورد کشته شدن سلیمانی به آمریکا ضربه خواهد زد و البته مشخص نکرد که در کدام نقطه جغرافیایی این اقدام را انجام خواهد داد به هر حال رابطه عراق ای و ایران در موقعیت شکننده ای قرار گرفته و مشکلات بدهی عراق به ایران و نیز فاصله گیری سیاسی حکومت عراق از ایران و نیز فشار حکومت آمریکا در مورد روابط با ایران در رأس آن قرار دارد. هنوز مشخص نیست که آیا رهبر جمهوری اسلامی در مورد روابط ایران و عربستان پیامی نیز به الکاظمی داده است یا خیر. در این حال به نظر می رسد که الکازمی نقطه نظرات خود را مطرح کرده که در گزارش نهاد رهبری از آن خبری نبود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر اراق در دیدار یک روزه خود جدا از دیدار با رهبر با حسن روحانی رئیس جمهوری، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ملاقات کرد. او پس از دیدار با روحانی در یک نشست خبری شرکت کرد. وی در این نشست خبری گفت: امروز ما با چالش روبرو هستیم که بخشی از آن به خاطر شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت است. بنابراین در سایه چنین چالش هایی نیازمند هماهنگی بین دو کشور به نحوی که تأمین کننده ی منافع دو کشور باشد هستیم. وی همچنین موضوع مسائل منطقی و ثبات دو کشور را از موضوعات مورد گفتگو دانست و گفت ملت عراق مشتاق روابط ممتاز با جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عدم دخالت در امور داخلی دو کشور است. نخست وزیر اراق گفت جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که در کنار عراق ایستاد و ما این را فراموش نمی کنیم. به همین دلیل عراق هم در کنار ایران ایستاد تا به ایران برای گذر از چالش های اقتصادیش کمک کند و در این راه عراق تبدیل به یک بازار بزرگ برای تجارت ایران شده است. به یفسود ایران و عراق هر دو از چالش ها و مشکلات اقتصادی رنج میبرند و ملت های ما منتظرند تا خدمات بهتری از دولت ها دریافت کنند ما برای اینکه بتوانیم این هدف را تحقق بخشیم نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم یک همکاری فراگیر و کامل بین ایران و عراق حسن روحانی نیز با بیان این مطلب که در طول چند ماهی که آقای الکازمی ریاست دولت اراق را بر عهده گرفتند شاهد یک حرکت خوب در روابط تجاری بین دو کشور بودیم افسود جمهوری اسلامی ایران این وعده را به دولت و ملت عراق می دهد که با همه توان و امکان خودش از نظر همه ی اقلام بهداشتی و دارویی در کنار ملت عراق باشد. وی همچنین از تصمیم دو دولت برای ارتقاء روابط تجاری به 20 میلیارد دلار خبر داد و اظهار داشت همچنین دو کشور مصمم هستند که تمام توافقاتی که در اسفند 97 میان دو دولت در بغداد به تصویب رسید را اجرایی و عملیاتی کنند. در میان آنان توافقات مسائل زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و همچنین اتصال راه آهن شلمچه بسره و لایروبی اروند رود مورد توافق قرار گرفته است. به همچنین تاکید کرد که مانند سالهای قبل که در کنار ملت و دولت و ارتش عراق روبروی داعش ایستادگی و مبارزه می کنند همچنان آمادگی دارد که در کنار ملت عراق برای ثبات و امنیت کشور عراق و منطقه تلاش کند. مصطفی الکاظمی در این ملاقات ها هیچ اشاره ای به کشته شدن سردار سلیمانی نکرد و خواستار عدم مداخله ایران در امور داخلی این کشور شد. در این میان به جز جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری کسی در مورد بدهی های عراق به ایران صحبت نکرد که مبلغی نزدیک به 7 میلیارد دلار است. جهانگیری با تاکید بر اینکه ایران مصمم است حتی در شرایط سخت تابستان برق و گاز مورد نیاز عراق را تامین و به تعهدات خود در قبال دولت و ملت این کشور پایبند باشد گفت انتظار داریم منابع مالی حاصل از ارائه این خدمات پرداخت شود سیاست ایران در منطقه که باعث انزوای این کشور شده به گونه ای در آمده که باید با خواهش و التماس بدهی خود را از عراق بگیرد که در عمل هم هنوز محقق نشده است. رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ وچه خود به عنوان رهبر مسلمین در عراق حاضر نشده که در این مورد با تهدید قطع برق بدهی خود را از عراق پس بگیرد زیرا عراق برای تأمین برق خود در کوتاه مدت انصار جایگزین ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای مذاکره در مورد برجام، تحریم تسلیحاتی ایران، تمدید قرارداد همکاری میان دو کشور و مسائل سوریه و انتقال پیام روحانی به پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کرده بود، نتایج سفرش را مفید و سازنده خواند. وی در این سفر ملاقات های طولانی با لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و نیز پوتین داشت وی در بازگشت گفت که یکی از مهمترین موضوعات این سفر بحث برجام و سیاست های آمریکا درباره برجام و موزگیری بسیار مناسب روسیه در این زمینه بود وی همچنین در مورد دادن پیام کتبی رئیس جمهوری به پوتین اشاره کرد و اینکه در مورد نامه و روابط دو کشور با وی صحبت نسبتا طولانی داشته است ظریف افسود ما بحث روابط دو جانبه داریم که با توجه به پایان یافتن قرارداد 20 ساله گذشته بحث تمدید یا نوشتن قرارداد جدید بر اساس وضعیت موجود و با یک نگارش جدید مطرح است با توجه به اینکه رابطه امروز ما با فدراسیون روسیه بسیار گستردهتر و قویتر از رابطه ای است که 20 سال پیش داشتیم صرف تمدید اتوماتیک آن قرار داد به نظر ما نه با واقعیت کنونی بین المللی سازگار است و نه با نوع روابط کنونی ما و لذا توافق کردیم تلاش کنیم تا قبل از رسیدن به آن تاریخ قرارداد جدیدی داشته باشیم. به افزود مسائل منطقه ای از جمله سوریه، افغانستان و یمن موضوعاتی است که برای ما بسیار با اهمیت هستند و فرصت کردیم در این خصوص گفتگو کنیم. وی درباره نشست خبریش با لاوروف و طرح سؤالی درباره اظهارات بولتون در کتابش مبنی بر اینکه پوتین گفته که روسیه به حضور ایران در سوریه نیاز ندارد گفت لاوروف این سخنان را تکذیب کرد و گفت که این خلاف روش روسی است ظریف در حالی از پیمان مودت دو کشور در 20 سال گذشته سخن گفته است که در طی این مدت روسیه در شش قطنامه شورای امنیت علیه ایران رأی داده است در همه قراردادهای سرمایه گذاری پس از برجام نیست کاملا عقب نشینی کرد و عملا به جز فروش سلاح هیچ عملی برای کمک به اقتصاد ایران انجام نداده است ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در واکنش به کمپین میلیونی اعدام نکنید با تاکید بر اینکه نظام و فرایند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق، حرفه‌ای، قانون و عدالت است مدعی شد که قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت تاثیر فضاسازی قرار نمیگیرد. وی گفت تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و عدلی موجود در پرونده های قضایی و اقتضای حق و عدل است و جفسازی هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود. این در حالی است که احکام تمام پرونده های سیاسی و مجرمان امنیتی که به طور غیرعلنی علنی برگزار می شود کاملا با دستور بازجویان و نهاد امنیتی بازداشت کننده صادر می شود و قوه قضایی در این زمینه کاملا چشم دستورات دارد تا محتوای پرونده وی گفت که روند حاکم بر دستگاه قضا زامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرایند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می کند. او که به نظر می رسد با توجه به اعتراضات میلیونی توییتری در مخالفت با حکم اعدام سه جوان معترض آبان ماه سخن می گفت افسود فضاسازی ها گاهی ناشی از بی و کم اطلاعی نسبت به پرونده هاست که باید آهاد جامعه را از آن آگاه و مطلع کرد اما گاهی این تحرکات از روی قرض صورت می گیرد. گاهی ها از سوی آمریکا که مظهر تاذی حقوق انسان است اسرائیل کودککش منافقین که دستشان تا مرفق آلوده به خون انسانهای بیگناه است و جریانات سلطنت طلب و ضد انقلاب صورت میگیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها نمی‌توانند کوچکترین ای در اراده دستگاه غذا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند این در حالی است که علی رغم این سخنان اعتراض گسترده دیجیتالی مردم سبب شد که قوه غذایی به اعاده دادرسی حکم اعدام این سه جوان تندهد او در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد اما اعتراض با اختشاش متفاوت است و اختشاش و آشوب خط قرمز دستگاه غذایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند وی همچنین از همکاران قضاییش در سراسر کشور خواست که نسبت به جرائم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند. سخنان رئیسی مشخص نمی کند که مردم چگونه می توانند در مورد مخالفت با موضوعات اعتراض خود را بیان کنند. چون هر نوع اعتراض عادی و مسالمت آمیز نسبت به موضوعات حکومتی، همه تحت عنوان اختشاش سرکوب می شوند، پس ویترین تفکیک اعتراض و اختشاش فقط برای سخندانی قوه قضایی است. مایک پومپا وزیر خارجه آمریکا به همراه دومینیک راب همتای بریتانیایی خود در یک کنفرانس خبری در مورد اقدامات مشترک دو کشور بر علیه چین و ایران سخن گفت. مسئله تحریم تسلیحاتی ایران و شرکت هواوی از موضوعات این کنفرانس بود. آقای پومپو در سخنان خود گفت که در مذاکرات دو طرفه به موضوع ایران نیز اشاره شده است. وی با اشاره به سیاست آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت‌های اروپایی در این مورد استقبال کرد. وی گفت من هم با نخست وزیر و هم با وزیر خارجه بریتانیا در مورد اهمیت تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کردم. ما از بیانیه اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان که در آن تشخیص دادند انقضای این تحریم تأثیرات قابل توجهی بر امنیت و ثبات منطقه ای خواهد داشت استقبال می کنیم. و افزود من همچنین از مردم و دولت بریتانیا برای نقش آنها در کمک به رهبری ساختار امنیت دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان تشکر می کنم این یک رهبری واقعی از سوی یک متحد واقعی است وزیر خارجه بریتانیا نیز از موضوعاتی مانند های مرتبط با اقدامات چین در هنگ کنگ، نگرانی‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم، همکاری‌های دوجانبه تجاری و چالش‌های بین‌المللی از جمله ایران و روسیه به عنوان اهم مسائل مورد گفتگو یاد کرد. وی تاکید کرد که آمریکا و بریتانیا همواره با مشارکت یکدیگر در رویارویی با چالش ها و موانع موجود موفقیت های به مراتب بیشتری داشتند. در رونمایی از بسته اقتصادی مجلس برای حل موزلات اقتصادی کشور که تیم قالیباف بر روی آن مانور زیادی می دهد روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی جلسه مشترکی میان تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و معاونین او و رؤسای کمیسیون مجلس و رئیس مجلس قالیباف برگزار شد در این جلسه موضوع تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت در ابتدای این جلسه وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس کل گمرک و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت موجود ارائه کردند و در ادامه محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نکاتی را در خصوص ساماندهی ارز ترجیحی کالاهای اساسی مطرح کردند. همچنین رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامعی از وضعیت بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار و پیشنهاداتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این حوزه ارائه کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با تاکید بر استمرار جلسات مشترک نسبت به همافزایی مسئولان اقتصادی در دولت و مجلس اشاره کرد و موارد را به عنوان اقدامات ضروری مطرح کرد به نظر می رسد نهاد رهبری با فعال کردن مجلس که اکنون مجلسی است که مطیع کامل نهاد می باشد در صدد است که با حل توضیع کالاهای اساسی و نیز سازماندهی اقتصاد طبقات فرودست را پشت سر سیستم قرار دهد و در این حال ضعف مدیریتی دولت را هم آشکار سازد در این روش قالیباف هم انتقام تبلیغاتی خود را از روحانی خواهد ستاند